در این بخش از برنامه بهزاد بهمن نژاد با ما همراه هستش. بهزاد، اینطور که امروز من در خبرها میدیدم این بود که خب از چند ماه پیش انتظارها برای کاهش نرخ بهره در آمریکا بسیار زیاد بود، اما الان نظرسنجی ها و پیش بینی ها حاکی از اینه که نه دیگه، در واقع اونهایی که این پیش بینی رو میکنن که این نرخ بهره ثابت بمونه بیشتر از افرادی شده که پیش بینی میکنن که نرخ بهره کاهش پیدا بکنه. اول اینکه به ما بگو که چرا این اتفاق افتاده، یعنی صرفا به خاطر اینه که حالا اون فدرال رزرو به هدف تورمی خودش نرسیده؟ ببینید، من اول بگم که خیلی از رسانه از این به عنوان چرخش دوم فدرال رزرو یاد میکنن و ما اواخر سال 2023 بود، اوائل 2024 که اساسا بعد از مدت ها فدرال رزرو صحبت از کاهش نرخ بهره کرد و یه انتظارات خیلی زیادی شکل گرفت که نرخ‌های بهره کاهش پیدا کنه، اما طی یکی دو هفته اخیر یا شاید حتی بیشتر دوباره اون مسیر تغییر کرده، لحن صحبت ها رفته به سمت اینکه در واقع نرخ‌های بهره کاهش پیدا نکنه. این نمودار به وضوح این مسئله که من اشاره کردم رو نشون میده. ما الان نرخ بهرهمون در آمریکا 5.25% در واقع نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو. این انتظار بازاره، این در واقع درصدها انتظاریه که فعالین بازارها داشتن که در نشست ماه ژوئن، یعنی نشست پیش رو، فدرال رزرو نرخ بهره رو تو این سطح نگه میداره یا کاهش میده. حالا اینکه چقدر کاهش میده رو کاری نداریم، فقط میخوایم بگیم که این درصد اونایی که انتظار داشتن که اون نرخ بهره تو ماه ژوئن باقی بمونه. همونطوری که میبینید ابتدای سال، یعنی ژانویه، هرچی میایم جلو اون هولوش 1%، بله، کم کم شروع میکنه افزایش، 3%، 8%، 20%، یه جاهایی به 30% میرسه. الان که داریم با هم صحبت میکنیم انتظار برای ثبات نرخ بهره در نشست ماه ژوئن به بیش از 80% رسیده. درست. و این اون موضوعی که میگیم چرخش دوم. میشه یعنی بزنی اسلاید قبلی لحظه؟ الان این نقب، این تیتر قشنگی هم که زدین، سبقت بازها از کبوترها در آمریکا، در واقع به همین نکته اشاره داره، درسته؟ ببین، بازها و کبوترها یه مفهوم، حالا تو تئوری بازیها اونم اینه که میگه که ما اگه جامعه داشته باشیم که بازها و کبوترها توش زندگی میکنن، بازها به عنوان اون آدم، در واقع اون گروهی از پرندهان که بیشتر قلمرو براشون مهمه، حالا اینو شبیه سازی کنید با افرادی که تو فدرال رزرو دغدغه‌شون ثبات ارزش پول و ثبات تورمیه، بنابراین اینها عمدتاً طرفدار افزایش یا بالا موندن نرخ بهرن. کبوترها که حالا تو اون بحث تئوری بازی‌ها تعداد بیشتری هستند، ولی قلمرو خیلی بزرگی ندارن، اینا بیشتر بچه داری میکنن و خیلی به جمعیت بیشتر توجه میکنن. اینها کبوترها رو در واقع میشه معادل سازی کرد اون گروهی که دغدغه اشتغالشون بیشتره، میگن آقا اشکال نداره، حالا یه ذره هم تورم رفت والا، ما نرخ بهره رو بیاریم پایین که اقتصاد خیلی دچار رکود نشه. بنابراین اون هاکیش و داویش که خیلی ها میشنون، اون هاکیش میشه بازهاد و داویش کبوترها، الان به نظر میرسه که حالا من اون نموداری که این موضوع رو دقیقا نشون میده اینجا میتونیم با هم ببینیم، یعنی این خط زرد رنگ اون افرادیه که میگن سه بار کاهش نرخ بهره در 2024 قراره که اتفاق بیفته. آبی اونی که میگه آقا یا افزایش بیشتر داریم یا دست کم اینه که تغییری نمی‌کنه. این همونطوری که می‌بینی طی یکی دو هفته اخیر اینها از هم سبقت گرفتن. این سه باره رو چرا میگیم؟ سه باره اون در واقع بیشترین رأیه که اعضای فدرال رزرو دادن در مورد کاهش نرخ بهره در 2024، که اتفاقا اینجا یکی از دعواهایی که حالا بحث اقتصاد کلانه، شاید بشه بهش پرداخت، اونم اینه که یکی از مشاورای بن برنانکی گفته که اون روشی که فدرال رزرو برای ایجاد انتظارات بازارها استفاده میکرد، یه بحثی دارن دات پلات، بله، که در واقع اعضای فدرال رزرو انتظارشون از کاهش نرخ بهره رو مشخص میکنن و
اون جایی که بیشترین آرا رو داره اون میشه مبنای تصمیم. الان اون جایی که بیشترین آرا رو داره همون سه بار کاهشه. درسته. و من این خط زرده اون چیزیه که فدرال رزرو تصمیم گرفته، اما انتظار بازار از این که فدرال رزرو حرف درستی رو زده همونطور که میبینی یه روند کاهشی رو پیدا کرده و اون انتقادی که هست میگه که آقا شما باید بیایید و در واقع تحلیل سناریو رو جایگزین این روش قبلی بکنید. درسته. این حالا یه بحثیه که میشه بعداً تو بحثای سیاست گذاری بهش پرداخت. اما بریم سراغ این که خب خیلی ها میپرسن این اثراتش چیه، نتیجه این اتفاقی که داره تو اقتصاد دنیا، اصلا ربطش به ما ایرانی ها چیه. این موضوع مهم برای ما باید این باشه. این افزایش نرخ بهره در اقتصادی مثل آمریکا اولین اثری که میذاره روی بازار ارز و بازار ارز جهانی، جفت ارزها یا بازار فارکس، و اثر دومش رو بازار کامودیتی هست. ما به عنوان یک کشوری که هم نرخ ارزمون مهمه، هم به عنوان یک کشوری که خب صادر کننده عمدتاً کامودیتی، کالاهای پایه هستیم، هر دوتای اینها برامون اهمیت داره. این نمودار چی رو نشون میده؟ خط زرد رنگ روند نرخ بهره تو آمریکا رو نشون میده، نرخ بهره فدرال رزرو. قرمز نرخ بهره اتحادیه اروپا رو نشون میده. خب ما اون دوره‌ای که ثبات بوده رو کاری نداریم، اونو میذاریم کنار. یه اتفاقی که میفته اینه که ما بعد از دوره تورمی آمریکا خیلی زودتر از اروپا شروع میکنه به افزایش نرخ بهره، و با توجه اینکه تورم تو آمریکا اعداد بزرگتری بود و خیلی هم وابسته به اون قصه بحران انرژی روسیه و حمله روسیه به اوکراین نبود، بیشتر مسائل داخلی بود، ساختاری داشتش که بله. بعد از کرونا اتفاق افتاده بود. این رونده هم سریعتر شروع میشه هم جلو میزنه، یعنی بالاتر میره، بنابراین یه شکافی ایجاد میکنه. شما به عنوان یه اینوستور الان بهت میگن که مثلا پولتو بذاری توی اروپا با فرض اینکه نسبت این ارزها تکون نمیخوره، مثلا بهت 4% سود میدم، بذاری تو آمریکا بهت 5% میدم، طبیعتاً شما تقاضای دلار رو زیاد کردی. بله. خود این باعث میشه که ارزش دلار نسبت به ارزهای رقیبش مثلا یورو افزایش پیدا میکنه. این به طور معکوس، یعنی اثر منفی داره روی قیمت کامودیتی ها. الان که با هم صحبت میکنیم نفت دیگه از 90 دلار اومده پایین تر، مس با اینکه رشدای خوبی رو تجربه کرده بود تحت این فشار اومده دوباره همچنان فاصله گرفته از مرز 10,000 دلار. طلا، حتی طلای جهانی نزدیک 2330 دلار، در صورتی که به رکورد 2400 دلاری هم رسیده بود. حالا اتفاقی که افتاده، اگه بخوایم رو به آینده صحبت بکنیم، رو به آینده اینه که ما فدرال رزرو صحبت کردیم، قبلا انتظار بود که زودتر از بقیه و با یه سرعت خیلی خوبی، و این سرعت این بود که امسال مثلا نه سه باری که الان فدرال رزرو در واقع بیشترین رأی رو داره توش، 6 یا 7 مرتبه حتی کاهش بده. الان رسیده به محدوده‌ای که مثلا تهش میگن 1 بار اگر کاهش بده. بنابراین فدرال رزرو قراره که این بالا بمونه. اما اتحادیه اروپا نشستش همین چند روز پیش بود و اونجا گفته که ما آماده ایم برای اینکه احتمالاً در نشست ماه جوان کاهش رو بدیم. یعنی هم دیرتر شروع کرده، الان هم میخواد زودتر نرخ بهره رو کاهش بده، و خود این گپه دوباره یه عاملیه که میتونه روی تقویت دلار کمک بکنه و دلار رو نسبت به یورو تقویت بکنه. طبیعتا اینی که داریم صحبت میکنیم وضعیت نسبتا مشابهی تو بریتانیا هم هست به عنوان یه اقتصاد بزرگ دیگه که شبیه اروپاست اونجا. درست. بنابراین یه شکافی به وجود اومده. البته بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کرده که این تنش‌هایی که تو خاورمیانه اتفاق افتاده اونو ما به جد رصد میکنیم، اما اگر اون قرار باشه که از بعد افزایش قیمت نفت فشار تورمی بیاره، ما هم سرعت کاهش رو کند میکنیم.
درست. الان از همین ابتدا که اینا نرخ بهره رو در واقع متفاوت با هم دیگه به لحاظ زمانی افزایش دادن، همونطور که اشاره کردی به خاطر اینکه این ریشه تورم متفاوت بود در اروپا و آمریکا و در واقع برای همینه که واکنش متفاوتی به نرخ بهره داشتن. و الان که این گپ هنوز هست، نشون دهنده این هستش که خب اون تورمه همچنان همون ریشه رو داره. درسته؟ همون عامل رو داره. الان مسئله ای که اصلا آمریکا باهاش مواجهه دو تا موضوعه. مسئله ای که داره اینه که تورمش بالاست نسبت به آمریکا. فدرال رزرو میگه من تارگتم 2%. الان تورم هسته نزدیک 4%. یعنی 3.8 اگر اشتباه نکنم آخرین آمارها، تقریبا دو برابر اون هدف است. از اون طرف اوضاع اقتصادم خوبه، یعنی بازار اشتغال وضعیتش خوبه، رشد اقتصادی اوضاعش خوبه. بنابراین فعلا نگران این نیست که این نرخ بهره بالا باعث رکود شده. درسته. اما اروپا تو هر دو جنبه تفاوت داره. یعنی اروپا هم تورمش اونقدر شدید نیست، یعنی تورم سریع‌تر مهار شده، هم از اون طرف آثار رکودیش داره جدیتر نمایان میشه. درسته. بنابراین هم نگران اینه که ادامه این نرخ‌های بهره بالا رکود شدید کنه، هم در واقع دغدغه تورمیش کمتره. پس این شکافه ممکنه اتفاق بیفته و اصلا سناریوی بعیدی نیست. اما این میگم یه بخش بازاری داره که اثر میذاره، دلار رو تقویت میکنه برخلاف انتظار. امسال همه انتظار داشتن که دلار در بازار فارکس تضعیف بشه و یه اثر منفی داره رو بازار کامودیتی ها، چون هم اکثر این کامودیتی ها با دلار ارزش گذاری میشن. وقتی دلار تقویت میشه ارزشش، طبیعتاً اینها قیمتشون افت میکنه. دقیقاً. بعد اروپایی ها از این گپه، خب در واقع انگار ارزش ارزششون نسبت به دلار کمتر میشه. این رو چجوری در واقع میتونن که پوشش بدن؟ ببین اون دو تا بحث داره. یکی میره تو قصه مثلا بحثای جنگای ارزی که خیلی راجع بهش شنیدیم. تضعیف ارز کمک میکنه به صادرات اینها و میتونه که از این جهت اثر مثبت داشته باشه. اما نکته مهمتر اینه که بخش وارداتی اینها به شدت دچار مشکل میشه. حالا اگر از اروپا فاصله بگیریم، دلار قوی دو تا اثر منفی داره برای اقتصادهای به ویژه نوظهور. یکی بدهی‌های ارزی اینها که عمدتاً بر پایه دلار گرونتر میشه و این خودش یه نگرانیه که خیلی از اقتصاددون‌ها الان دارن میگن ادامه این نرخ‌های بهره بالا و افزایش این شکافه میتونه که این نگرانی رو برای اقتصاد دنیا داشته باشه، به ویژه اقتصادهای نوظهور. نکته دوم هم اینه که واردات رو برای اینها خیلی گرون میکنه. یعنی درسته که ظرفیت صادراتی میتونه ایجاد بکنه، اما واردات هم خیلی گرون میکنه، قیمتش رو افزایش میده و خودمون میتونه که باز یه فشار تورمی به این اقتصادهای نوظهور ایجاد بکنه. و من جنبندی صحبتام اینه که بازار ارز در واقع به نفع دلار شده، بازار کامودیتی بازنده ماجراست، اقتصادهای نوظهور از جهت بدهی و از جهت واردات دوچار مسئله میشه.